فرخنده، 12 ژوئن یا 21 خرداد روز مبارزه با کار کودکانه که شما تو صحبتاتون هم بود که این وضعیت رو با پوست و گوشت خودتون حس کردید. 10% کودکان بالای 5 سال جهان به جای رفتن به مدرسه به کار اجباری گرفته میشن. مطالعه مشترک یونیسف و سازمان بین المللی کار ILO تعداد کودکان کار رو در جهان 160 میلیون نفر، معادل 10% کودکان جهان اعلام کرده. حداقل 79 میلیون کودک در شرایط خطرناک و ناامن کار میکنند. وضعیت کودکان کار در ایران بسیار وخیمتره و یکی از مشاغل ویرانگری که اونا رو به کار میگیرند در واقع در مقیاس وسیع در جمع‌آوری و بسته‌بندی زباله توسط دلالان هست که این بچه ها رو، این کودکان رو به کار میگیرند. شما وضعیت کودکان کار رو در شرایط فروپاشی اقتصاد کنونی چطور ارزیابی میکنی و فکر میکنی جنبش کارگری و سوسیالیستی چه روی کردی باید با کودکان کار داشته باشه؟ بله، ببینید وقتی صحبت از شرایط ناگوار بچه ها میشه، سرش میخواییم صحبت کنیم، من شخصا واقعا قلبم مچاله میشه. ببینید توی چه شرایطی داریم زندگی میکنیم که بچه ها بچگی نمی کنن، بچه ها وارد بازار کار میشن، بچه ها مدرسه نمیرن، بچه ها خودکشی میکنن. این خیلی دردناکه. ببینید ما تو چه دنیایی برای ما ساخته این نظام سرمایه داری که بچه ها خودکشی میکنن. توی همچین شرایطی شما ببینید توی ایران این شهرداریه که داره کودکان کار رو بهشون کار میده و اونا رو تو کار سازماندهی میکنه، برای اینکه حقوق کمی بهشون میده و کار زیادی ازشون میکشه. بچه هایی که با دستای کوچیکشون میتونن کارهایی رو بکنن که آدم های بزرگ نمیتونن با اون دستاشون انجام بدن، کارهای ظریف و ریزی که فقط بچه ها میتونن انجام بدن، به جای اینکه اینا برن دستگاه هایی رو اختراع بکنن که بتونن این ظریف کاری ها رو بکنن، اینا از انسان ها، اونم از بچه ها استفاده میکنن. بچه ها واقعا بیدفاع هستن. بچه ها مثل بزرگا نیستن که بتونن پیش بینی بکنن که این شرایط رو چجوری میشه تغییر داد. شما سر همین کرونا تو ایران ببینید چه اتفاقات فاجعه آمیزی رخ داد. واقعا بشریت باید شرم کنه از این شرایطی که برای بچه ها واقعا به وجود اومده. ما داشتیم توی خبرها بچه ها چون از این تلفن های دیجیتالی نداشتن و نمیتونستن تو کلاس های آنلاین شرکت بکنن، خودکشی کردن. حتما شما خبرهای اینجوری رو شنیدید. الان هم یک وضعیتی هستش که واقعا توی خونه ها خب مسئله گرانی سرش صحبت میشه، خانواده ها دارن میگن، صحبت میکنن که دیگه قادر نیستن گوشت بخرن، دیگه قادر نیستن میوه بخرن. خب بچه ها مثل بزرگا یه سری نگرانی های براشون به وجود میاد. چی میخواد بشه؟ چجوری میخواد بشه؟ اگه من نتونم فلان وسیله رو بخرم، اگه من نیازم، اگه نتونم امسال تابستون یه بستنی هم بخرم، فکر کنید چه شرایط روحی یک بچه میتونه پیدا بکنه. بچه ای که نمیتونه پیش بینی بکنه چی کار باید بکنیم از این شرایط در بیاد. این فشارها، این مسئله بزرگی برای بچه میشه که واقعا قادر نیست دیگه ادامه بده. از نظر روحی به هم میریزه، از نظر روانی به هم میریزه این بچه. و اون وقته که ما فردا با یک عده از بچه های روبروی هستیم که واقعا توانایی ندارن، نمیتونن تمرکز کنن، نمیتونن درس بخونن، نمیتونن شادی بکنن. این بحران ها رو این بچه ها با آسیب های بسیار زیادی پشت سر بذارن. اینجوری نیست، انقدر راحت نیست. شما فکر کنین بچه هایی که پدر مادرشون رو از دست دادن سر کرونا، این کلی از بچه ها الان سرپرستی ندارن. خب اینا سرمایه های جامعه است که اینا اینجوری بهشون بیتفاوتن و اینجوری دارن لهشون میکنن این بچه ها رو. خب توی من خودم از 13-14 سالگی کارو شروع کردم تو کارخونه ایران مک و اسوه امروزی. من یادمه که من یکی دو ماه بود که داشتم کار میکردم، یهو سرپرستمون اومد و به چند از بچه های همسن سال ما که اونجا کار میکردیم خیلی با عجله گفت زود باشین ول کنید، بدوید برید بالا و برید توی
حموم و توالت اینا قایم شین صداتون در نیاد تا من خودم بهتون بگم. ما هم اصلا اینطوری تربیت نشده بودیم که بپرسیم آخه چرا چی شده اینا. ما سریع با یک ترس و لرزی فرار کردیم، دویدیم رفتیم توی توالت و توی حموم قایم شدیم و منتظر موندیم. من یادم قلب من داشت تو دهنم انگار میزد. خب بچه بودیم، ترسیده بودیم، نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته. فکر کردیم ما یک کار بدی رو کردیم که حالا باید قایم بشیم و دیده نشیم. بعد از مدتی اومدن گفتن که اوکی حالا بیاین برین برگردین سر کارتون اینا. و کارگرای دیگه که این تجربه ها رو داشتن به ما گفتن که بابا بازرس اومده بود ببینه که بچه های زیر سن، اون موقع نمیدونم 16 سال بود یا 15 سال، هرچند که 15 16 هم بچه است، بعد 18 سال، بعد از 18 سال دوره کودکی نیستش. بعد اون موقع گفتن که آره بازرس اومده بود از اداره کار، وزارت کار، ببینه که اینجا بچه کار میکنه یا نه. بعدم یه خوردم به ما خندیدن که چرا انقدر رنگتون پریده و چرا انقدر ترسیدین. خب اینا علکیه، فرمالیته است. اینا میان همینجا یه گشتی میزنن و بعد یه پولی میگیرن و میرن. ببینید حتی مقابل نامه ها هم وقتی دولت ها امضا میکنن، ولی چون یک تشکلی نیست که مراقب این مسائل باشه تو محیط کار، تو جامعه، تو خیابون و اینا، بچه ها اینجوری میشه. یعنی بچه ها واقعا تو اون جامعه له میشن و وظیفه بزرگتر هاست الان توی همچین شرایطی. گذشته از این که باید بچه ها مورد حمایت مالی قرار بگیرن، خانواده ها باید بتونن این توانایی رو داشته باشن، دولت وظیفه داره که وضعیت اقتصادی رو تأمین بکنه، نه به این روزی که انداخته مردم رو، اونا که باید انجام بشه. ولی از یه طرفی هم باید روانپزشکای انسان دوست، روانپزشکایی که دلشون برای مردم میسوزه، انسان دوست هستن، تو این شرایط رهنمودهایی رو بدن به خانواده ها از طریق رسانه ها که این خانواده ها چجوری بتونن جواب این نگرانی های بچه ها رو که واقعی هم هست یه طوری بدن که اینا آسیب خیلی جدی نبینن و بتونن دوباره توی شرایط بهتری که به وجود میاد اینا زیاد آسیب ندیده باشن و بتونن به حیاتشون ادامه بدن. به هر حال وقتی سر بچه ها حرف میشه، بدم چند نکته در مورد کودکان کار میخواستم به صحبت های دوستمون در ادامه چند تا نکته رو بگم. اینکه ما میبینیم که به اصطلاح گستردگی کودکان کار در ایران الان ارقامی که میاد بیرون ارقام ثابتی نیست، ولی فعالین کسانی که در انجمنهای خیریه کار میکنن، مثل اون نهادی که جمعیت امام علی بود که در واقع بخش از کارش رسوندن کمک به کودکان بود، اونها آمار را بین 3 تا 7 میلیون کودک کار تخمین میزن و میدونیم که در بسیار همین نهادهایی که در ایران تشکیل شده و برحال از افراد خیر هستن میخوان کمک بکنن، مورد بازجویی و تعقیب و آزار و اذیت قرار میگیرن و برحال میدونیم که فعالینشون رو بسیار به زندان و اینا هم بسیار بردن. برحال میخواستم بگم که تعداد واقعا گسترده است و این از زمانی که واقعا سیاست فقیرسازی کارگران در پیش گرفته شد و کارگران به خط فقر فرو رفتن، زیر خط فقر فرو رفتن، در نتیجه کودکان اونها به عرصه کار هم کشیده شدن. یعنی این کودکان طبقه کارگر زحمتکش ایران هستن که در حوزه‌های مختلفی کار میکنن. و نکته‌ای که خیلی مهمه و در صحبت‌های خود فعالین کودکان مطرح بوده در چند روزه، میدونیم که کودکان زیادی هستن که در بخش‌های کشاورزی به همراه زنان کار میکنن که واقعا دستمزدی که بهشون میدن بسیار ناچیز، زیر به اصطلاح 30% یعنی 60% از حقوق حداقل دستمزدی که میدن پایین‌تر به زنان میدن و به کودکان میدن و این یه چیز فاجعه باری هستش. و همچنین گزارش‌های ما داشتیم از تعرض جنسی به کودکانی که در این حوزه‌های به اصطلاح پنهان و در این کارگاه‌های جهنمی که معلوم نیست تحت چگونه به اصطلاح آیا مورد بازرسی یا غیر قرار میگیرن، اونجا به وقوع پیوسته. و نکته دیگه به اصطلاح تعداد کودکانی که تون حوزه ها اونها رو مبتلا به مواد مخدر و اعتیاد کردن گزارش شده. و همینطور در مورد حوادث شغلی که در مورد کودکان کار هست و من دنبال میکردم، در ما بعضی ماها یک یا بعضی ماها به اصطلاح شاهد مرگ 2 کارگر کودک در به اصطلاح همین کارگاه های جهنمی یا در برحال مزارع کشاورزی که مواد شیمیایی سمی زیادی استفاده میشه. برحال میخواستم این نکته رو هم اضافه بکنم.